خب الان فکر میکنم صدا مشکلش حل شد. به نام خدا مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما. عذرخواهی میکنم بابت این اتفاق، حالا قبلش یه تستی صورت گرفت و مشکلی نداشت، اما اشکالی نداره، با هم دیگه انشالله به امید خدا ادامه تویچ رو پیش میریم. در استپ اول هستیم و قراره که یک مختصری از اون چه که در طول استپ اتفاق افتاده خدمتتون ارائه بدم. در حالا قسمت اول و آیتم مطالعاتی اول ما یک معرفی نسبت به زبان سی شارپ داشتیم که زبان سی شارپ چه ویژگی هایی داره، اصلا چرا باید این زبان رو ما انتخاب بکنیم. زبان برنامه‌نویسی سی شارپ یک سری قابلیت ها به ما میده، اینکه به ما اجازه میده به برنامه‌نویسی شیگرا داشته باشیم، برنامه‌نویسی فانکشنال داشته باشیم، از توابع کلاس های جنریک استفاده کنیم، همچنین یه سری کتاب خونه های قدرتمند، اوپن سورس، یه جامعه خیلی مستحکم و قوی که کتابخونه های قدرتمندی رو ارائه میدن، مثل کتابخونه های لینک، رفلکشن، و اینکه یک پشتیبانی خیلی قوی هم توسط شرکت مایکروسافت از این زبان برنامه‌نویسی ارائه میشه. نکته مهمی که در رابطه با این زبان برنامه‌نویسی وجود داره اینکه در بستر .NET framework داره کار میکنه. این framework .NET بسیار قدرتمند هستش و ابزارهایی که به ما میده روی انتخاب این زبان تأثیرگذار هستش. علاوه بر این، حالا اگر بخوام از نکات دیگه از اهمیت زبان سی شارپ خدمتون بگم، به خاطر اینکه پرفورمنس بالایی داره و اون حالا CLR و ران تایمی که داره از زبان‌های مختلفی پشتیبانی می‌کنه. یعنی شما علاوه بر این که میتونین از سی شارپ استفاده کنین، از اف شارپ و ویژوال بیسیک هم توی این بستر میتونین استفاده بکنین. ران تایم سی شارپ قدرت بالایی داره و حالا اگه بخوام یه سری از سرویس هایی که CLR اون حالا کامن لنگویج ران تایم در حقیقت سرویس هایی که ارائه میده رو خدمتتون مثال بزنم، اینکه خودش به صورت اتوماتیک مموری رو کنترل میکنه، اون حالا فضاهای اضافه ای که اشغال شده اونها رو پاکسازی میکنه، یک اکسپشن هندلینگی داره که اگر خطایی به وسیله حالا ما خودمون توی برنامه کنترل نکنیم، اون ران تایم اون اکسپشن رو دریافت کنه و برنامه رو متوقف میکنه. و همچنین یه سرویس دیگه ای که ارائه میده این ران تایم قدرتمند سی شارپ، اون بحث دیوایر کردنه که به برنامه نویس اجازه میده در حین اجرای برنامه برنامه رو دیباگ بکنه. حالا این از مزیت هایی بود که از زبان برنامه‌نویسی سی شارپ، این که چرا این زبان رو انتخاب کردیم، این از مزایاش بود. حالا بریم آیتم های بعدی رو هم به سرعت بررسی بکنیم. توی این قسمت اگه اجازه بدین، چون حالا زمان ابتدایی هم رفت، اول از همه بهتون ویژوال استودیو رو معرفی کنم. یک محیط توسعه است که برای حالا به ویژه زبان برنامه نویسی سی شارپ ارائه شده. اگر بخوایم بدون حالا ایجاد پروژه واردش بشیم، یه محیطی کامل و ابزار مورد نیاز برای توسعه رو به ما ارائه میده. اجازه بدین که حالا یه دونه پروژه در همون ابتدای کار اضافه کنیم. خب بنده یه پروژه کنسول ساده رو ابتدا ایجاد میکنم. خب.
ببینید در حقیقت با یک ساختار یک پروژه اینجا ما داریم آشنا میشیم که اینجا حالا ابزارها کتابخونه‌های مورد نیاز وجود داره و اینجا هم اون کلاسی هستش. حالا اینجا کلاس رو خدمتتون معرفی میکنم. در حقیقت اون بخشی هستش که ما توی حالا زبان برنامه‌نویسی سی شارپ کلاس رو ایجاد میکنیم و حالا متدها و دستورات خودمون رو داخلش پیاده سازی میکنیم. اجازه بدین من اینجا یک متدی رو خیلی سریع ایجاد بکنم که ما این متد در حقیقت به ما میخواد زوج و فرد بودن یک عدد رو به ما نشون بده. حالا بهتر بود من برای اینکه بتونم اینو مجزاً تست بکنم نحوه ایجاد کلاس هم خدمتتون بگم و اون رو داخل یک کلاس ایجاد بکنم. اسم کلاس رو میذارم مس و ریاضیات و میام اون متد خودم رو اینجاها قرار میدم. این رو هم به صورت پاک. خب در این قسمت ما یه دونه پروژه رو به سلوشن خودمون اضافه کردیم. سلوشن در حقیقت این محیطی هستش که اینجاها توی ویژوال استودیو وجود داره و پروژه خودمون رو بهش اضافه میکنیم. من اینجا یه دونه پروژه جدید اضافه کردم، یه دونه کلاس اضافه کردم. حالا توی مرحله بعدی میخوایم بریم چیکار انجام بدیم؟ میخوایم بریم یه دونه یونیت تست انجام بده و حالا اون رفرنسینگ یک پروژه هم تو این قسمت بهتون نمایش میدم. نیم اسپیس هم حالا توی آیتم هایی که توی آیتم های مطالعات وجود داشت در حقیقت اون مسیر قرارگیری اون کلاس ها هستش که اینطوری کلاس ها مسیرشون حالا توسط اون کمپایلر شناسایی میشه. خب من این متد رو ایجاد کردم، بیاین یه تست واحد برای پروژه‌مو ایجاد کنیم. یه پوشه میسازم به نام تست و یه دونه پروژه x یونیت هم برای تست ایجاد میکنم. کافی اینجا سرچ بکنید و پروژه خودتون رو ایجاد بکنید. حالا توی نامگذاریش میتونین بهتر عمل بکنید با توجه به اینکه زمان کم هستش. بنده فقط سریع پروژه رو ایجاد میکنم. بعد از اون حالا اگه کتابخونه فلوئنت ازرشن هم برای اینکه بتونیم راحت تستای خودمون رو انجام بدیم خیلی روون و خوب، این کتابخونه رو هم بنده نصب میکنم. کتاب خوده مورد نظر نصب شد. حالا اون قسمت رفت چگونه به یه پروژه دیگه رفرنس بده. راست کلیک میکنیم برای پروژه و رفرنس میدیم تا به حالا اطلاعات و کلاس های داخل این دسترسی داشته باشیم. حالا اینجا ما یه کلاس مس رو اینجا اضافه میکنیم. من اجازه بدین اینجاها این متد رو از نوع استاتیک در نظر بگم که کارمون سریعتر پیش بره. یه مسئله ای که اینجاها پیش اومد به این خاطر که اینجاها این خود کتابخونه مس هم وجود داره و اینو باید نامش رو تغییر بدم. مثمتیک اینجا نمیتونه پیداش بکنه.
این رو من اینجا می نویسم، یوزینگش رو انجام میدم، حالا اون متد رو انجام میدم. حالا من اینجا یک ورودی رو میدم، مثلا ورودی عدد 5، و انتظار دارم که از کتابخونه ای که الان نصب کردیم، انتظار دارم که این یک مقدار فالس رو برگردونه، چون این یک عدد زوج نیستش. خب در این قسمت وارد تب تست تکست اکسپلورر باز میکنیم، میبینیم که با توجه به این که اتریبیوت صفت فکت رو دادیم، تست ما رو شناسایی کرد و حالا میتونیم تست خودمون رو ران بکنیم. میبینید تستمون پاس شد. حالا اگر یک عدد مثلا 6 رو بدم، این مقدارش باید ترو بشه، ولی ما انتظار داشتیم که فالس بشه، به خاطر همین اینجا خطا برمیاد. میبینید و تست ما پاس نشد. این از این مرحله که خواستم آیتم هایی که توی بخش مطالعاتی اول بود و با یه پروژه عملی یونیت تستی خدمتتون نشون بدم. در بخش بعدی حالا من خیلی سریع اینها رو رد میشم و توضیحات رو میگم، که آیتم های بیسیک کد نویسی هستش، که اولا متغیرهایی که بخوایم تعریف بکنیم به این صورت، حالا اینجا متغیرهای اینت و لانگ، حالا من این دوتا رو براتون پرکاربردتر هستم مثال میزنم. بذارید تو همون پروژه ببینید طرز حالا تعریف متغیرها به این شکل: یک متغیر این که به عنوان عدد صحیح هست، یک متغیر رشته، و به شکل‌های مختلف متغیرها رو تعریف میکنیم و اونها رو انتساب میدیم. باید نیمش رو هم ابتداعاً مشخص کنیم. این از تعریف حالا متغیرهای محلی، و این تایپ ها سایز هاشون رو اینجا میتونیم ببینیم. یک سری اپراتور ها داریم، حالا من اگه اینجا ها اینا رو، چون هم زمانم کمه، اینا رو سریع با هم دیگه یه ترکیبی میکنم و خدمتتون توضیح میدم. حالا متغیرهای حالا بولیان و دستور شرطی. متغیرهای بولیان که در واقع همون ترو فالس هستن، حالا اگه من بخوام بزنم که این مقدار ترو فالس میگیره. دستورات شرطی هم که با ایف نوشته میشه به این صورت، به اصطلاح وقتی که این آیتم که داخل این قرار میدیم، حالا من اگه بخوام خدمتون اپراتورها رو هم نشون بدم، اون عملگرهای مقایسه ای، یعنی من میخوام مثلا دو تا متغیر رو با هم دیگه مقایسه بکنم، که میبینین این برای استفاده از حالا مقایسه بزرگتر کوچیکتر، یه دونه اینت بی هم اینجا تعریف بکنم. خروجی این عملگرهای مقایسه ای یه دونه بولیان هست که میبینید اگر این مقدار این شرط ارضا بشه، اینجاها برمیگرده و حالا داخل این باکس اجرا میشه. من میتونم حالا این متغیر نیمی که اینجاها تعریف کردم رو اینجا دوباره اگر اون شرط ارضا شد یه اسم دیگه ای بدم، مثلا اس. این از متغیر شرطی. حالا اجازه بدیم من برای مبحث سویچ، چون زمانم کم هست، سویچ رو دیگه از آیتم هایی که قبل آماده کردم خدمتتون نشون بدم. سویز کیس ها به این شکل هستش که ما یک مقدار سلکت انتخابی داریم. این کیس ها هر کدوم که باشه کد داخل اون کیس رو اجرا میکنه. اگه حالا اینجا وقتی که منیجر این روم هست، داخل این قسمت قرار میگیره و کدای این قسمت رو اجرا میکنه. حلقه ها رو هم اگه بخوام خدمتتون نشون بدم، ببینین
حلقه وایل هست که این شرط تا زمانی که ارضا بشه این حلقه اتفاق میفته. دو وایل تفاوتش اینه که یه مرحله حلقه اتفاق میفته بدون اینکه به شرط کاری داشته باشه. یه دونه فور داریم که میتونیم توی آرایه ها به اصطلاح کار خودمون رو انجام بدیم و یه دونه فور ایچ داریم که توی حالا این فور ایچ یه خورده خودش وقتی که مثلا یه کالکشن یا لیستی از رشته ها یا هر چیز دیگه رو داشته باشیم میاد اون رو خودش عملیات به اصطلاح شمارش رو انجام میده و دونه دونه مقادیر رو از داخل این میگیره و اینجا ما میتونیم مثلا کنسول اینجا میتونیم مثلا این مسیج هایی که داخل این لیست ما هستش رو نشون بدیم. این از لیست ها. من حالا خیلی خلاصه این قسمت رو خدمتتون توضیح دادم و اگر بخوام یک نمونه دیگه رو هم بهتون معرفی کنم از استفاده سویچ ها. ببینید سویچ ها رو ما میتونیم ترکیب سویچ ها و دستورات شرطی رو به این سبک هم در سی شارپ پیاده سازی بکنیم که گفتم خدمتتون نشون بدم و خالی از لطف نباشه. اجازه بدین سایر آیتما رو هم با هم دیگه برم جلو و معرفی کنم. توی مراحل بعدی ما باید یک اکانت حالا اینها رو میگذرم گیت هاب و اینها. یکی از تسک ها این بود که افراد مطرح رو باید به اصطلاح فالو کنیم. افرادی بودن که بنده فالوشون کردم در لینکدین و اینها. و مسئله بعدی، این حالا متاسفانه زمان نیست، من اینو خواستم کامل پیاده سازی بکنم، یه دونه برای تسک های 4 و استادی آیتم 3 که طی پروژه میخواستم اون رو پیاده سازی کنم. این رو ویدیوش رو توی پست لینکدین با هشتگ سیلز انترنشیپ میتونین ببینین. ویدیوی کاملش هست که اونجاها به چه صورت انجام دادیم. به این شیوه عمل کردم که به صورت توی این مرحله از آموزش باید با استفاده از داتل سی ال آی یک خروجی رو ارائه میدادم که من سعی کردم تمام آیتم های آموزشی رو در این مرحله در قالب یک پروژه ارائه بدم که حالا میتونین توی از طریق لینکدین اون رو مشاهده بکنید. قسمت بعدی، تسک بعدی این بود که باید اون نشان سکولار هستش، حالا بکنم انگلیسیش، اون رو باید دریافت میکردیم که من با بر اساس سوالی که داشتم، حالا اگه فکر کنم نمونهش رو اینجا داشتم، بله بله، یک سوالی رو مطرح کردم که در رابطه با استفاده از کتابخانه مپستر بود که چگونه میشه یک رپر کلاس رو مپ کردش. بنده این سوال رو مطرح کردم و تونستم مثلا یک پاسخ دریافت کنم و اون نشانه مورد نظر رو دریافت کنم. توی مرحله بعدی حالا من سایت اگزرسین، اگه بخوام این سایت هم نمونه اقدامی که انجام شده خدمتتون بگم، این سایت خیلی حالا تمرین خوبی داره، اگرچه تمرین های ساده ای هستن اما نکات خیلی زیادی داره. اینجا شما میبینید یه دونه ورودی صرفا قرار دریافت بشه، اما این ورودی و یک ورودی دریافت بشه و یک استرینگی نمایش داده بشه. اما نگاه میکنید برنامه نویسای مختلف همین یک خط کد ساده رو به چه شکل هایی ارائه دادن و خیلی آدم میتونه از این سایت نکاتی رو دریافت کنه. توی مرحله بعدی الگوریتم بابل سورت رو پیاده سازی کردیم که به این صورت، حالا من اگه بخوام نمونه کدش رو هم خدمتتون نشون بدم،
اینجا از به این شکل هست که ما اعداد رو، حالا این نمونه کدش رو داشته باشیم، من باز اینجا توی پاورپوینت اینجا خدمتون توضیح میدم. اعداد رو، یک لیستی از اعداد رو میدیم و با استفاده از این الگوریتم اون رو مرتب سازی میکنیم. دو تا حلقه داشتیم که یکی حلقه اولش ورودی جی بود و حلقه بعدیش ورودی آی بود. این عدد اولیه ماست. حالا میریم فرض کن حلقه اول اتفاق میفته، جی صفر هستش، میره اون حلقه درونی آی صفر قرار میگیره. بر اساس این دستوری که اینجا هست، این مقایسه‌ای که صورت میگیره، این دو تا آیتم اول با هم دیگه مقایسه میشن و اگر 18 از مثلا 12 کوچکتر بود جایشون عوض میکردن که این اتفاق نمیفته چون رعایت شده این مسئله. توی مرحله بعدی آی 1 میشه، یعنی اون آیتم رشته یه لول میره جلوتر و مقایسه بین عدد دوم و سوم صورت میگیره. اینجا میبینین 18 جای خودش رو با 2 تغییر داده. به همین شکل این اتفاق میفته، انقدر تکرار میشه تا اعداد منظم و کامل سورت بشن به صورت صعودی یا نزولی. اگر این دستور اینجاها تغییر بکنه، حالت صعودی و نزولی عوض میشه و نتیجه که ما دریافت میکنیم فرق میکنه. خب تایم بنده تموم شد، متاسفانه الله نشد خیلی آیتما رو خیلی بازتر بکنم و خدمتتون توضیح بدم. ممنون از همراهیتون، در پناه حق، خدا نگهدارتون.